سلام دوستان، خوبم، وقتتون بخیر. با یه آموزش جذاب دیگه در خدمتتون هستم. البته برای دوستانی هست که تازه دارن با این نرم افزار آشنا میشن و آموزش های مقدماتی هست در واقع، و میخوام چند تا ابزار خیلی مهم رو بهتون معرفی کنم. یکی ابزار اوزمان هست که چطور بیایم به کارمون اوزمان بدیم، و یکی هم ابزار پلیت هست که چجور بیایم در واقع پیلی بدیم، پلیسه بدیم با کارمون. خب امروز هم 10 روز از تابستون گذشته، تابستون 401، و آموزش های ما تازه شروع شده و ما میخوایم تا هر مقدار که بشه جلو بریم و سعی میکنیم به طور کامل این نرم افزار رو براتون توضیح بدم، حالا از مقدمات تا پیشرفته. گاهی من آموزش های پیشرفته تر هم میذارم برای دوستانی که خب با مقدمات آشنا هستن، که اونا بتونن از قسمت پیشرفته تر یه مقدار آشنا بشن، یعنی باش آشنا بشن. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون هم اطلاع بدین که اونا هم از این آموزش ها استفاده بکنن. و میریم سراغ آموزش. برای این آموزش من میام یه شلوار دامنی میکشم که هم بتونید با نحوه رسم الگوها آشنا بشین. قبلا بهتون گفتم الگوهاتون رو یا خودتون اینجا میتونید بکشین اگر که آشنایی دارین، یعنی که میتونید از سایت هایی مثل سایت پینترست یا کلا هر سایت دیگه که مثلا شما الگوی یه لباسی رو میخواین الگو رو قرار داده، شما میاد اینجا. توی جلسات قبل گفتم که چجوری بیان الگو رو عکس رو بیارین اینجا، الگوها رو از روشون بکشین و ازشون استفاده کنین. حالا ما میخوایم خودمون یه الگو بکشیم. خب اینجا من میام توی این قسمت که نوشته ریکتنگل، روی این موسمو نگه میدارم و پولیگان رو انتخاب میکنم. ریکتنگل به من امکان میده که من یه مستطیل بکشم یا یه مربع بکشم. خب اگر که من توی صفحه کلیکم بکنم، یه کلیک توی صفحه بکنم، اینجا یه جدول بر من باز میشه که من بهش اندازه بدم، که حالا با هر کدوم راحت ترین میتونید استفاده کنید. خب بذارین مثلا دامنمون رو به همین شکل بکشیم، با ابزار پولیگان نمیکشم، با همین رکتنگل میکشم. من میخوام یه دامن شلواری در واقع یه خورده فری سایز و اینا بکشم. عرضش رو مثلا میدم همین 50 باشه، قدش هم مثلا 100 در نظر میگیریم، که باز حالا اگر مشکل داشت میایم اینو جابجاش میکنیم، کم و زیادش میکنیم. این یکی رو من دیلیت کنم، اینو بذاریم اینجا. خب حالا این دامن رو توی سبودی هم مثلا توی اینجا بذاش کنیم. این دامن رو من اول برای دامن شلواری اینجا ابزار اد پوینت رو انتخاب میکنم. ببین اینجا ابزار ادیت پترنه، بیاین پایین آخرین گزینه اد پوینته که من میتونم نقطه بذارم روی الگوهام. میام رو خود خط، الگو انتخاب نباشه کلا، میام رو خود خط و یه کلیک راست میکنم، یه جدول برام باز میشه که اینجا من میتونم بهش بگم که این نقطه من تو چند سانتی باشه. ببینید الان یه خط زرد من اینجا دارم، یه خط آبی اینجا هم همینطور، یه خط زرد یه خط آبی. گفته خط زردت میخوای چند سانت باشه، من میخوام خط زردم. اگه خط آبی رو در نظر گرفتین، مثلا میخوام خط آبی از این پایین تا بالا مثلا بر فرض میگم 80 سانت باشه، اینجا توی خط آبی میزنین 80. حالا من میخوام خط زردم 20 سانت باشه، 20 سانت یا 21 سانت ما برای دامن اینجا میانیم پایین برای خط باسن در واقع. خب این نقطه رو من گذاشتم. خب برای شلوار دامنی ما یه نقطه هم اینجا میخوایم برای نقطه فاق. نقطه فاق رو میتونم مثلا 30 سانت بگیرم، چون میگم یه کار آزاده، میخوام یه خورده آزادتر باشه. پس یه نقطه اینجا گذاشتم، یه نقطه اینجا. ببین اگر همینجوری من کلیک چپم رو بزنم، اینجا یه نقطه بر من میذاره. برای اینکه جدول باز بشه روی خط، فقط موستون روی خط باشه. ببینید رو خط من کلیک نمی کنم، فقط رو خط نگه داشتم، روی خود خط نگه داریم و بعد کلیک راست کنید. اینجا براتون جدول میاد، میگه میخواین خط، ببینید میخواین خط زردتون مشخص کنید که چقدر باشه، یا خط آبی به این ترتیب. خب من اینو مشخص کردم. حالا دوباره میام توی همین ابزار ادیت و اینجا گزینه ادیت کروچر رو میزنم. وقتی این گزینه رو بزنم به من اجازه میده که خطام رو کرو کنم، منحنی کنم. میام اینجا اتفاق رو یه خورده
به این شکل در میارم. البته قبلش یه کار دیگه باید بکنم، یه کنترل زد بزنم. اینجا ابزار ادیت رو انتخاب میکنم، این نقطه رو یه 3-4 سانتی برم جلوتر. خب 1 2 3 4 با دکمه جهت روی کیبوردم اینو 4 سانت بردم جلوتر. دوباره میام ابزار کروچر رو انتخاب میکنم و اینجا حالا یه کرو میدم به این منحنی برای فاق شلوار دامنیمون. خب حالا دیگه اندازه این شلوار به خودتون بستگی داره که میخواین اندازه این چقدر باشه. حالا به نظرم این دیگه خیلی زیادم شده، من اینو میگیرم، این نقاط رو با همین ابزار ادیت این نقاط رو انتخاب میکنم. حالا هر مقدار که خواستم میتونم کوچیکترش کنم. با دکمه جهت روی کیبوردتون شما میتونید اینو ببرین جلوتر، اینجا هم با همین ابزار ادیت خود خط رو هم بگیرین میتونید کم و زیادش کنید. و حواستون باشه که این رو خود خط حرکت کنه. میبینید وقتی من از خود خط میام بیرون خطم مشکه، ولی اگه در همین راستا حرکت کنم خطم، این خطی که روی اینجا داره حرکت میکنه خط صورتیه. شما میتونید حتی دارین حرکت میکنید کلیک راست رو همین جور که تو حرکتین، همین جور که اینو نگه داشتین با کلیک چپتون دارین اینو جابجا میکنید، توی همین راستا میتونید کلیک راست کنید و اینجا بهتون میگه میخواین چقدر حرکت بدین اینو تو همون جهتی که داشتین میرفتین. خب تو همون جهت مثلا من میگم 3 سانت میخوام اینو جابجا کنم، اینجا پیشنمایش هم بهتون میده، میگه 3 سانتت اینجا میشه، میخوای اگه خواستی اوکی میکنی. ببینید الان 3 سانت برای من اینو کم کرد. پس همینجور که دارم حرکت میکنم، ببین الان دارم به این سمت میرم، کلیک راست میکنم، 26 سانت من اینجا جابجا شدم. باز اینجا میتونم بهش بگم که نه 26 نه، مثلا من میخوام 10 سانت اینجا جابجا شم، پیشنمایش میده باز و اوکی که کنید اینو براتون درست میکنه. همینجور دستی هم اگر که اندازه خاصی مد نظرتون نیست هم میتونید به صورت دستی بیان این کارو انجام بدین به این شکل. خب حالا ما یه دونه از این دامن شلواری ها رو به همین راحتی درست کردیم، طراحی کردیم. حالا روش کلیک میکنم، یه کپی میگیرم برای این یکی سمت، خب این برای یه سمت دیگه، کلیک راست میکنم، سیمتری رو میزنم، یه کپی بر من اینجا میاره، بعد جفتش رو انتخاب میکنم، هر دوتاش رو درگ میکنم انتخاب میکنم و اینجا کپی و دوباره پیست رو میزنم و اینجا دوتای دیگه بر من میاره. خب میام تو فاز سه‌بعدی. خب اینجا هم گفتیم که کلیک راست رو که نگه دارین میتونین بچرخین توی فضاتون، میتونید کامل بچرخین، فقط کافی کلیک راست رو نگه دارین. خب حالا این دوتا انتخابه، ببینید من تو فاز دو‌بعدی این دوتا رو انتخاب کردم، اینجا هم این دوتا انتخابه. با این فلشایی که اینجا دارم میتونم الگوامو جابجا کنم. من کامل میارم اینجا و با این فلش قرمزه تو محور X حرکت میکنم. میبینید به این شکل میارمش، دقیقا پشت سر مانکن قرارش میدم و تا حد امکانم میتونید بهش نزدیک کنید این لباسو. فقط کاری که باید انجام بدین قبلش بیاین همینجور که این دوتا انتخابن یک کلیک راست بکنید رو خود الگو، رو خود این گیزمویی که هست، مثلا اینجا یک کلیک راست بکنید و اینجا فلیپ هوریزونتال رو بزنید که این کامل بچرخه، چون پارچه ها اینجا پشت و رو دارن، اگه شما پشت و رو رو رعایت نکنید بعدن به مشکل میخورید. دوباره این دوتا رو انتخاب میکنم، میخوام نزدیک بشه به بدن مانکن که موقع دوخت بتونم بهتر کارم انجام بدم. باز خود اینا چون میبینید یه خورده بزرگن، اینا رو هم بیارید یه خورده نزدیکتر کنید، ولی داخل هم دیگه نره. میبینید یه خورده اینجوری به هم نزدیکترشون کنید که موقع دوخت راحت تر باشه. بعد پشت هم همینطور اینا رو بیارید یه خورده نزدیکتر به هم که موقع دوختتون بهتر باشه. یا میتونید اول دوختو بزنید اگه الان سختتونه، الان دوختو بزنید که ببینید اشتباه نکرده باشیم، بعد بیاین نزدیکش کنیم به بدن. خب برای دوختش اول ما بیاین یه کار دیگه هم بکنیم برای کمربندش هم، چون این خیلی گشاده دیگه. کمربندش هم اول ایجاد کنیم. یه کمربند ببینید رو خود کمر مانکن میتونید کمربندش رو بزنید، میخواین مثلا از اینجا تا اینجا. حالا پهناش رو میتونید باز یه کلیک کنید، مثلا بهش بگین که مثلا عرضش بشه 24 سانت،
ارتفاعش هم مثلا بشه 4 سانت، هر مقدار که دوست داری. خب به این شکل. اینه که دیگه من حذف میکنم، چشمی نمیذاریم بکش. این شد برای این قسمت. از همین یه کپی میگیریم، یه کنترل سی کنترل وی، یا اینکه گفتم اینجا رو خود قطعه هم کلیک کنید کپی پیست رو میتونید بزنید. راحت ترش همون در واقع کنترل سی کنترل وی رو روی کیبوردتون بزنید حله. خب حالا این یکی رو برای پشته ما میبریمش قسمت پشت، اینو میارمش این پشت، میبرم دقیقا پشت سرمان کن اینجا قرارش میدم. خوب چک کنید که نزدیک باشه به بدن مانکن. خب اینم باز ما باید فلیپ هورزانتال کنیم. فلیپ رو حتما انجام بدین، چون الان دوختم که بخواین انجام بدین اگه فلیپ نکرده باشین دوختتون اصلا تو هم دیگه میره. خب حالا میام ابزار دوخت رو انتخاب میکنم. اینجا فری سوینگ رو من انتخاب میکنم فعلا. بچه اینجا میتونید اگر دوست داشتین اینجا میتونید یه ذره این نقطه رو جا به جا بکنید، بیارین به سمت داخل اگر که دوست داشتین. حالا چون کار فری سایز خیلی مهم نیست، منم میذارم همون جور باشه، ولی اگر شما بخواید مثل شلوار باشه اینو این نقطه رو میتونید یه چند سانت بیارین داخل تر. خب حالا میرم فریسوینگ رو انتخاب میکنم، میگم این خط دور در دور نزدیک در نزدیک. وقتی اینجوری چیدین الگواتون رو، این نقطه این خط دور رو در این خط دور، و اون یکی هم چون سیمتری گرفتیم خودش دوخته شد، نمیدین جفتش دوخته شد دیگه نمیخواد شما دوباره بدوزین. برای قسمت داخل پا این یکی خط رو میدوزم به این یکی خط، اون یکی هم خودش دوخته میشه، میبینید اینجا کامل دوخت شده. حالا میایم برای قسمت فاق، فاقا رو هم که دیگه باید به هم بدوزین. توی سه بعدی حتما چک کنید که اینا با هم دوخته شده باشن، ببینید به این شکل. حالا میریم کمربندش رو میدوزیم، اینو بزنیم من بیارمش وسط، دقیقا وسط باشه، یه خوردم به خود مانکن نزدیکش میکنم. خب دوباره میام از اینجا تا اینجا، ببین اینجا داره به شما نشون میده که دختتون چجوری داره پیش میره، میبینید از اینجا تا اینجا. بعد اینجا میخوام بدوزمش به این دوتا، چون دوتا هست شیفت رو نگه میدارم روی کیبوردم، میگم از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا، شیفت رو نگه دارین که جفتش رو انتخاب کنه. توی این قسمت فری سوینگ بعد این کار انجام بدین. حالا برای این قسمت دوباره میام از اینجا تا اینجا، برای اولی نمیخواد شیفت رو نگه دارین، برای اولی برای بالایی که یه تیکه هست همون یه تیکه باشه، برای پایینی شیفت رو نگه دارین، بعد اینجا این دوتا رو به هم وصلشون کنین. خب اجازه میدیم دوخت رو انجام بده. حالا خود این دو تیکه هم به هم وصل کنید. ببین من با سگمنت سوینگ میزنم که راحت تره. میام این تیکه رو باز هم قانون دور در دور نزدیک در نزدیک رو رعایت میکنم به این شکل، این دوتا رو هم به هم وصل میکنم. حالا یه نکته ای، چون اینجا ما الان ما میتونیم دیگه این وقتی مطمئن شدیم دوختمون اوکی هست، ببینید میتونیم دیگه اینا رو به هم نزدیک کنیم. برای این که یه خورده جنس این پارچه ها مصفتر بشه و سیمولیت زودتر بشه و تو هم نپیچه، من رو تمام این الگوها رو انتخاب میکنم. ببینید الان همه انتخابن، باز روشون یک کلیک، همین جور که انتخابن یک کلیک راست میکنم و اینجا گزینه استرنفن رو میزنم. این باعث میشه که پارچه من سفت بشه. خب وقتی که میخوان دوخته بشه تو همدیگه گیر نکنه. الان من سیمولیت رو بزنم، میبینید چقدر پارچه سفت شده، میبینید به این شکل. بعد که کارم تموم شد دوختش انجام شد، دوباره میتونم کلیک راست کنم و اینجا آن استرنف رو بزنم. حالا تلفظ دقیقش رو نمیدونم درست گفتم یا نه، آن استرنف رو میزنم که اینجا به این شکل دوباره پارچه من برگرده به حالت اولش. این یه شلوار دامنی. خب این تا اینجا کار اوکی هست، یه شلوار دامنی ما درست کردیم. حالا دیگه خودتون میتونید هر اندازه که خواستین کم و زیادش کنید. میخوام برم بهتون بگم چجور باید اینجا ما پیلی و پلیسه و اینجور چیزا بدیم. میان اینجا ابزار اد پوینت رو انتخاب میکنید. ببین برای من همه ابزارهای ادیت هم
توی یه پنجره هست برای بعضی از دوستان، اینا پخش شده اینجا، فرقی نمیکنه. اگه پخش شده بود که انتخاب میکنه، اگه توی یه پنجره بود باید اینجا کلیک چپتون رو نگه دارین که اینا باز بشه. خب ببینید روش کلیکی بکنید، هر کدوم ابزار داشته باشه براتون باز میشه. کلیک چپتون رو باید نگه دارین. خب حالا ابزار نقطه رو انتخاب میکنم اینجا، گفتم کلیک نمیکنم، میام رو خود خط، موسم رو نگه میدارم، بعد کلیک راست میکنم. حالا میخوام این خط اما تقسیم کنم به یه سری نقاط مشخص، مثلا خوام تبدیلش کنم به 5 قسمت مشخص. میام این پایین یونیفرم اسپلیت رو میزنم، وقتی انتخابش کردم میگم من میخوام این خطم تبدیل بشه مثلا به هر تعدادی که خواستین، مثلا 9، مثلا 11، 12 تا نقطه، هر تعدادی که خودتون دلتون خواست رو انتخاب کنید و اوکی بزنید. چون الگو سیمتریه، میبینید اینجا هم خودش اومد برای شما سیمتری کرد. خب من میخوام اینجا یه سری خط داخلی داشته باشم، برای پلیس کردن لازم دارم، میخوام سری خط داخلی داشته باشم. اول میام شیفت زد رو میزنم، شیفت به اضافه زد، ببینه اندازه اینجا چقدره، 3.14. خب 3.14 این نقطه ها هر کدوم فاصله دارن با هم. بعد میام اینجا با ابزار ادیت پترن که کلید میام بروش هم زده، این خط رو انتخاب میکنم، این یک خط هم انتخاب میکنم. ببینید این نقطه رو لازم نداریم، ما میتونیم این نقطه هم هست کنیم که اصلا ما احتیاجی بهش نداریم، در صورت بهش نیاز دارم که من بخوام این بالا رو مثلا مثل شلوارای ساده بخوام بهش مثلا پنس بدم، ولی الان لازمش ندارم. خب این خطم الان یه دست شد، این خط انتخاب میکنم، یه کلیک راست و اینجا اینترنال لاین رو انتخاب میکنم، خط داخلی اینترنال. گفتیم اینا هر کدوم چقدر بود؟ 3.14، فهموش کردم، 3.14. من اینجا میزنم اینترنال 3.14، توی قسمت دیستنس میخوام یه سری خط ایجاد کنم، 3.14. خب چند تا میخوام؟ ببینید دقیقا اومد رو خود نقطه ها قرار گرفت، من 9 تا داشتم دیگه، اینجا هم البته فکرم بیشتر شده. اینجا من هر تعداد نقطه ای که داشتم، حالا فرق نمیکنه، همون تعداد هم آفست میذارم، نامبر آف آفست. اینجا هر تعداد نقطه داشتم آفست هم همونو میذارم و اوکی، چون که چیز هست، چون که سیمتریه تو دو طرفش ایجاد میشه. باز برای پشت هم اگه خواستین همین کار کنید، حالا من پشت دیگه نمیذارم، خواهم پشت ساده باشه. خب پس میام اول نقطه میذارم، بعد میبینم فاصله بین نقاط چقدره، میام آفست میگیرم ازش. بچه اگر جایش رو متوجه نشدی میتونید چند بار ببینید تا اینکه کامل تو ذهنتون جا بیفته. خب پس این خطوط رو من ایجاد کردم، حالا میام اینجا، هنوز کارم تموم نشده، الان میبینید یه سری خطوط اینجا مشخصه، من برای اینکه خطوط هم ببینم میتونم اینجا این گزینه رو من خاموش کردم، show internal line، توی همین ابزار اولی که یه تیشرت کشیده show internal رو که بزنید خطوط رو بهتون نشون میده، البته به صورت پیش فرض نشون میده، اگه خواستین خاموش کنید این گزینه رو بزنید. حالا بزن من روشنش میذارم. خب این خطوطیه که من الان رسم کردم. حالا میام اینجا گزینه، بذار الان یه سیمولیت بزنیم، این الان پارچه ما هست که میبینید صافه، صاف اصلا هیچ پیلی و هیچ چیزی اینجا نداریم. میام اینجا گزینه، اینجا گزینه پیلی رو انتخاب میکنم، پلیت رو انتخاب میکنم، پلیت فولد. بعد میام یه ابزار به من، یه حالت نشانگر موس هم تغییر میکنه، یه نقطه میذارم قبل از این خطوطم، یعنی توی این محدود قبل از این، میبینید الان کجا گذاشتم؟ دقیقا اینجا قبل از این خطایی که ایجاد کردم یه نقطه میذارم، مستقیم میام جلو یه دبل کلیک میکنم، یعنی انتهای خطم که رسیدم اینجا یه دبل کلیک میکنم، بیرون دیگه نمیخواد به اینا، همین خطایی که ایجاد کرده یه نقطه قبلش یه نقطه بعدشون، فقط بعدی رو باید حتما دبل کلیک کنی، اگه دبل کلیک نکنی براتون نمیاد. حالا اینجا انواع پیلی ها رو داریم، مثلا این مدل پیلی، این مدل پیلی، این مدل، من همون اولی انتخاب میکنم که خودش انتخاب یعنی و اوکی.
خب میبینید الان بر من چجور شد، مثلا که پایین از پایین نگاه کنیم قشنگ مشخصه که بر من اومد این پیلیا رو ایجاد کرد. این پیلیایی که من تونستم این بالا رو نگاه کنید، این پیلیا رو اومد بر من ایجاد کرد. حالا باز من میتونم یه کنترل زد بزنم، این صاف شد. خب حالا دوباره من میتونم بیام مثلا هم ابزار پیلی انتخاب کنم، از اینجا یه خط از این سمت دبل کلیک میکنم، بعد از این یکی انتخاب میکنم و اوکی. میبینید باز اومد برای من این مدل پیلی انتخاب کرد. به این شکل خیلی راحت و سریع شما میتونید پیلی بدین، ولی توی حواستون باشه پیلی رو برای اون لباس های استفاده کنید که به این شکل مثلا مثل شلوار دامنه حجمش زیاده. تو اون لباس هایی که مثلا اندامیه دیگه اگه پیلی بدین خیلی مشخص نیست برای شما. اینا خاموش کنم. تو اون لباس هایی که اندامیه، شلوار اندامی، دیگه پیلی مشخص نمیشه. بعد حتما از قبل شما بیاین به این شکل یه حجم بزرگ ایجاد کنید، حالا چه بالا تنه باشه چه پایین تنه باشه، حتما بیاین مثلا بگیرین چند برابر بگیرین حجم پارچتون و حجم لباستون و بعد بیاین بهش پیلی بدین. همینجور الکی نمیشه به لباس پیلی داد. حالا یه نکته دیگه برای عوضمان دادن، خب مثلا من اومدم یه دامن دارم به اندازه عرضش مثلا 25 سانت در مثلا همین 50 سانت. خب میخوام اینو من همینجوری توضیح میدم براتون، دیگه چیز نمیکشم، رو تن مانکن مشخص نمیکنم. یه دامن داریم، اینو بچه هر تعداد که خواستین اینجا شما میتونید به این نقطه بذارین. حالا من اومدم این تعداد گذاشتم، شما میتونید اگه خواستین کمتر کنین، مثلا دو تا دونه پیلی خواستین دو تا دونه بذارین، این دیگه دست خودتونه که هر مقدار خواستین انجامش بدین. خب میخوام ابزار عوضمان بهتون بگم چجور کار میکنه. اسلش هن اسپرد اینجا میام با مثلا من میخوام این دامن رو بکشم اینجا، میخوام این پایین مثلا حالت دامن فون باشه، بالاش مثلا بزن یه نقطه اینجا بذارم. به این نقطه که بهتون گفتم اینجا میذارم، مثلا برای این مدل دامن ها استفاده میشه. این مدل دامن مثلا بالاش کاملا جذبه، خب وسطش هم یه پیلی میخوره، پایینش مثلا ما میخوایم فون باشه. برای اینکه فون باشه اول باید بیام با این ابزار داخلی، قبلا بهتون گفتم اینترنال پولیگان، یه دونه خط از این بالا تا این پایین میکشم. خب یه دونه خط میکشم، بعد میام اینجا ابزار اسلش رو انتخاب میکنم که در واقع مخصوص عوضمان هست. این یه نقطه روی نشانگر موس من هست، وقتی میام روی این خط خودش یه فلش مانند میشه، میگه میخوای عوضمان از این سمت بشه یا از این سمت. شما از هر سمتی خواستین همونجا یه کلیک کنید، وقتی کلیک کردین میگه این طرف باشه یا این طرف. برفرض من این طرف رو انتخاب میکنم، میبینی خودش داره میره این پایین هم داره بهتون میگه که چقدر عوضمان، مثلا 20 سانت، 26، 35. خب اگر که دستی خواستین بدین مشکلی نیست، اگر خواستین دقیق باشه میتونید باز یه کلیک راست بکنید، یه جدول براتون میاد و اینجا مثلا دیستنسش رو بدین، بگین مثلا من خواهم 20 سانت این بزرگتر کنم، این خودش 20 سانت برای شما پیشنمایش هم میده و اوکی 20 سانت این رو بزرگتر کرد. شما هنوز بازم میتونید بیاین عوضمان بدین، هنوز این ابزارتون فعاله، دوباره میتونید بیان روی این خط مثلا به این سمت. حالا من تیکه این وری انتخاب میکنم، دوباره کلیک راست و میگم اینجا هم میخوام 20 سانت باشه، 20 سانت. اوکی خب میبینید 20 سانت من این وره بزمان دادم، 20 سانت هم این ور. این ابزار بازم فعاله، روی این خطایی هم که الان ایجاد شده بازم شما میتونید بیاد تا بی نهایت به بزمان بدیم، مثلا 10 سانت. دوباره این یکی خط رو من انتخاب میکنم، این یکی قطعه رو انتخاب میکنم. پس اول خط رو انتخاب میکنید که فلش روش بیفته، بعد میگه این ور، وقتی فلش رو انتخاب کردین میگه این ور یا این ور. باز میتونید بیان هر مقدار که خواستین به کارتون عوضمان بدین به این شکل. این هم از این قسمت که خواستم این دوتا ابزار رو بهتون بگم. بچه یه سری خطا میبینید ایجاد شده اینجا، شما خط اصلی رو
میتونید با ابزار همون خطی که خودمون ایجاد کردیم و میتونیم با ابزار اولی یعنی ترانسفورم پاکش کنیم به این شکل. خب پاک شد. ولی این ابزارا این یک این خطای داخلی رو میبینی، اینا رو دیگه من نمیتونم انتخاب کنم، اینا فقط با ابزار تریس پاک میشه. ببخشید ابزار تریس اینجا آیم روی کیبوردتون بزنید انتخاب میشه. فقط در این صورت با تریس اینا رو انتخاب کنید، دیلیت رو روی کیبوردتون بزنید. گاهی وقتا بعد دو بار این کار رو کنید، یعنی یه بار دیلیت رو بزنید، بعض وقتا هم بار اول پاک میشه، بعض وقتا بعد دو بار این کار رو کنید. پس اگر همچین اتفاق افتاد نگران نشید. به این شکل میان این خطوط اضافه‌ای که وجود داره رو با ابزار تریس این خطای داخلی رو پاک میکنید به همین راحتی. خب این هم از این چند تا ابزاری که من براتون معرفی کردم، امیدوارم که استفاده کرده باشین. حالا بقیه ابزارها رو هم با سعی میکنیم معرفی کنیم، تکنیک های دیگر هم بهتون بگیم. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید که قرار کلی آموزش عالی از مقدمات تا پیشرفته داشته باشیم و کانال رو حتما به دوستاتون معرفی کنید. ممنون از توجه شما. فعلا خدا نگهدار.